ما چی می‌خواستیم درس؟ ها دنیای جدید. بله. حالا دیگه از الان چیز کنیم. امروز می‌خوایم بریم وارد دنیایی بشیم به اسم سامپل دیتا یا دنیای دیسکریت. یعنی چی دنیای دیسکریت؟ دنیای دیسکریت یعنی دنیای مجزا در مقابل دنیای کانتینیوس. تا حالا سیگنالایی که ما داشتیم سیگنالای چی بودن؟ کانتینیوس، پیوسته بودن. حالا می‌خوایم وارد یه دنیایی شیم که دیگه سیگنال‌ها پیوسته نیستن. از امروز می‌ریم. خواهید دید که کاربردش فوق‌العاده زیاد هستش و خیلی 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 جاها استفاده می‌کنیم. اصلا نمیشه نگاه نکرد به یک همچین دنیایی. این اون دنیامون هستش. ما درسمون چیه؟ ما درسمون هست ماس سویچز. می‌خوایم سویچ‌های MOS رو ببینیم. ببینیم با می‌بینیم این تو این درس تو این فصل از درسمون می‌بینیم که می‌تونیم با MOS سویچ بسازیم و با این سویچ خیلی کارهای عالی بکنیم. ها یعنی اون دنیای جدیدی که من می‌خوام صحبتشو بکنم کلیدش این سویچ‌های MOS هستش. MOS به عنوان سویچ اولا یکی از مزیت‌های عمده تکنولوژی ماس هستش به بایپولار. بایپولار رو خوب بلدید. با دیوایس های بایپولار به این آسونی ها سویچ نمیشه ساخت. سویچ یعنی موجودی که وقتی که آف مقاومتش بی‌نهایت باشه یا خیلی 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 بزرگ باشه سیگنالی ازش رد نشه، وقتی آن هستش مثلا سویچ رو بستیمش وقتی آن هستش مقاومتش نزدیک به صفر باشه. توی دنیای بایپولار ساختن یه همچین چیزی تعداد زیادی دیوایس میخواد و دردسر خیلی زیادی داره. برای همینم تا موقعی که تکنولوژی محدود به تکنولوژی بایپولار بود دنیای دیسکریت خیلی نمیدیدیش. دنیای سامپل دیتا رو مجبور بودیم استفاده کنیم. یه جاهایی مثلا ساختن مدارهای سامپل اند هولد که چیه؟ تو ورودی یه A2D مثلا میخواستیم قرارش بدیم. اما چی؟ اما سویچ ها کاست بسیار زیادی داشتن اگه میخواستیم سویچ های خوب تو دنیای بایپولار بسازیم. به عکس تو دنیای MOS خواهیم دید که یه دیوایس تنها یه ماس واقعا کار یه سویچ رو میکنه. وقتی که VGSش کمتر از ورتاژ ترشولد قطع یه جریانی ازش رد نمیشه، وقتی VGSش به اندازه کافی بزرگ هستش مثل یه مقاومت عمل میکنه که این مقاومت میتونه خیلی هم کوچیک باشه. نه در نتیجه این موجود میاد دنیای رو جلوی ما باز میکنه که خیلی جاها تو این دنیا ما چی ماجراجویی میکنیم، مدارهای مختلف میسازیم از چیزهای ساده مثل یه A to D converter. یه A to D converter تو ورودیش معمولا یه سامپلر میخواد. سامپلر چیه؟ بیاد سیگنال ورودی رو نمونه برداری کنه و نگهش داره که مدار A to D سیگنال انالوگ رو تبدیل به دیجیتال کنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا اینجا بکشیم، کجا بکشیم که قاطی نشه با اینا. مثلا وقتی یک سیگنال سینوسی داری میام نمونه برداری میکنم اینجوری تو لحظات نمونه برداری اینجا مقدارش اینه، یه مدت نگهش میدارم دوباره نمونه برمیدارم دوباره نگهش میدارم دوباره نمونه برمیدارم نگهش میدارم نمونه برمیدارم نگهش میدارم همینجوری تا آخر. میبینید سامپل دارم برمیدارم مثلا اینجا تو فواصل زمانی مساوی نمونه برمیدارم سامپل میکنم بعد هولد میکنم سیگنالمو. تو این مدتی که خروجی مدار رو ثابت نگه داشتم A to D converterم وقت داره که این دامنه یه سیگنال انالوگ رو تبدیل به چیکار کنه؟ به یه سیگنال دیجیتال کنه. تو اون مدت دوست ندارم ورودیم تغییر کنه، ثابت باشه که معلوم باشه چه چیزی رو دارم تبدیل میکنم. به این مدار میگیم یه مدار سامپل اند هولد ها نگهش میداره. این همون مداره. یه سویچ و یه خازن. وقتی سویچ بسته میشه سیگنال ورودی میاد روی خازن مینشینه. وقتی که سویچ باز میشه خازن هیچ راهی برای دیسچارج شدن نداره، ولتاژ رو اینجا نگه میداره. یه مدار سامپل اند هولد ساختم من اینجا، یه مدار نمونه برداری ساختم من. ها
برای اینکه یه همچین چیز خوبی داشته باشم لازمه یه سویچ خوب داشته باشم. میتونم بگم یه مدار سمپل اند هولد ساختم بچه ها، میتونم بگم یه مموری انالاگ ساختم. ها این حرف رو تا حالا نزده بودیم نه؟ یعنی چی؟ مثلا نگاه کنید، مثلا دیتامو میخوام این اندازه این دامنه رو میخوام حفظش کنم تو زمان، کافیه نمونه بردارم روی خازنم این نمونه رو نگه دارم و سویچ باز کنم. هر وقت از من بپرسی که اون دامنه چقدر بوده به ولتاژ دو سر این نگاه میکنم بهتون میگم. میبینید یه مموری انالاگ ساختید اینجا، چه کارهای خوبی کردید با همین یه دونه خازن و یک دونه چی؟ سویچ. این سویچ با این خازنه این کار خوب رو میکنه. همینجور شما میبینید که این ایده ها رو توی مدارهای مثل کامپراتورها توی مدارهای مثل آفست کنسلیشن، الان میگم اینا چی هست، آفست کنسلیشن هم میبینید استفاده میشه. ایده چیه؟ که بدون اینا نمیشد این کار رو بکنیم. با یه کامپراتور براتون مثال بزنم. آقای کازمپور، این بچه ها که گوش نمیدن دارن چیز می‌نویسن، ولشون کن، برای شما میگن. بچه ها تماشا کنید، یک کامپراتور چی کار قراره بکنه؟ مثلا به یه ولتاژ رفرنس وصلش میکنم، هر وقت که ولتاژ این ورودیم رسید به ولتاژ رفرنس خروجی سویچ کنه، یا بالا یا پایین بسته به اینکه کدوم اینا رو منفی گرفتم کدوم رو مثبت، مثل یک تقریبا مثل یک آپمپ اوپن لوپ میمونه، یه امپلیفایر با گین زیاد میمونه. نه به این میگن کامپراتور. اشکال کار چیه؟ وقتی این مدارهای کامپراتور رو میسازید اتفاقی که میفته این هستش که اگه رسیدیم نگاش میکنیم، اگه نه بعدا. مدارهای با این فرم رو که میسازید اشکال کار اینه که این آپمپه یه آفستی داره دیگه، ورودیش اصلا اینه غالبا. من همین تو کلاس قبلی هم اینه غالبا، یه طبقه دیفرانسیله این ورودی همه بایاس شده. حالا برای اینکه گین زیاد باشه اکتیو لود دارم و طبقات بعدی رو دارم. این همیشه با خودش چی داره؟ یه آفستی هم داره دیگه. در حقیقت یه کامپراتور رو اینجوری باید مدلش کنیم، یه کامپراتور ایدئاله به اضافه یه دونه ولتاژ آفست. ولتاژ آفست این کامپراتور واقعیمه. خب این باعث چی توی دنیای ام او اس که آفست ها از دنیای بایپولار غالبا بیشتر هم هستن، مثلا 1 میلی ولت، 2 میلی ولت، 0.5 میلی ولت، دیگه خیلی شاکار بزنم ها، 5 میلی ولت، یه آفستی در حدود میلی ولت اینجا دارم. در نتیجه دقت کامپراتور من محدود میشه به حدود میلی ولت. ممکنه دوست نداشته باشم تو اپلیکیشن های این قابل حل. چجوریه؟ میتونم این کارو بکنم. نگاه کنید، اگر بیام این کامپراتور رو اینجوری ببندمش ها، ورودیشم زمین کنم، اگه گفتی خروجی چیه؟ ولتاژ آفسته، نه گینش یکی دیگه. این ها این ولتاژ، اگر این ایده آل بگیرم این ولتاژ آفست هم اینجا زمینه، چه آفست خروجی من گینه یکی دیگه، ولتاژ آفست. حالا اینو نمونه بردم بذارش روی خازنه، پس ولتاژ آفست رو فهمیدم چقدره، نه رو خازنه دارم. حالا این بازش کن به عنوان کامپراتور استفاده کن. اما چی؟ بیا این ولتاژ رو که اندازه گرفتی از ورودی کم کن، بذارش تو ورودی با علامت عکس دیگه، میاد ولتاژ آفست تو چیکار میکنه؟ کنسل میکنه. حالا یه کامپراتور داری، حالا به صورت ایدئال که ولتاژ آفستش انشالله صفر شده. این کارا چجوری میشه؟ ببینید برای اینکه این کارا رو انجام بدیم، حالا شما دارین می‌نویسین، من فقط دارم ایده ها رو میگم. توی چیپ کامپراتور کار انجام میشه؟ بله دیگه، همه چی، ما همه دنیامون رو سیلیکونه، بیرون سیلیکون دنیایی نداریم. بچه همه این کارا باز دوباره با توسط چی اتفاق افتاد؟ سویچ و خازن. توسط سویچ کپ، مدارهای سویچ کپ، سویچ کپاسیتور اتفاق افتاد. یعنی چی؟ نگاه کنید و این کامپراتور همه،
اگر بخوام به صورت یک مدار گین واحد ازش استفاده کنم لابد باید یه همچین چیزی داشته باشم دیگه. اگه این سویچه رو ببندم فیدبک واحد داره. نه؟ پس میتونم چیکار کنم؟ یه بار فیدبک رو ببندم، بعد خروجی رو مثلا شما نکشید دیگه، سمپل بردارم نمونه رو، بعد که این سویچ رو باز میکنم دیگه من ولتاژ آفست رو اینجا دارم، حالا با یه مش سویچ دیگه برش گردونم تو ورودی یا مثلا اینورتش کنم یه کارش، یا هر جور دیگری برش گردونم توی ورودیم، از ورودیم کمش بکنم، میام آفست رو کنسل میکنم. همین کارو ممکنه با امپلیفایرام بکنم. تو امپلیفایرم اگه آفست مزاحم من باشه میتونم سمپل بردارم، بعد بیام ورودی کمش کنم، چی آفستش رو حفظ کنم. ببین این یکی از روش‌های چی هست؟ آفست کنسلیشن هستش. اینجوری میکنم. باز چی لازم دارم؟ سویچ و خازه. سویچ و کپاسیتور لازم دارم. اینم یک. دیگه میخوام اینا رو پاک نکنم مثل این که. دیگه فهمیدین چیه دیگه. اینم یه اپلیکیشن. من دارم چیکار میکنم؟ شماها رو علاقمند میکنم به این دنیای جدید. میبین چه کارهای خوبی میشه توش کرد. همه این کارام که میکنم آخرش با یه چیه؟ یه مقاومت چی گفتن؟ با یه سویچه یا چند تا سویچه و چند تا خازن هستش. این دنیا اینجوریه. برای همین به این دنیا میگیم دنیای سویچ و کپاسیتور. سویچ و کپاسیتور و کپاسیتور مخففش میگیم دنیای سویچ کپ. نه؟ یا سویچ کپ. سویچ کپ یعنی خازنهایی که سویچ میشن. خازنهایی که سویچ میشن. دیگه چی؟ یه اپلیکیشنی داره که خیلی خیلی معروفه و تا دنیای MOS نیومد و این داستان سویچ و کپاسیتور رو نداشتم این اپلیکیشن اصلا به وجود نیومد، قابل استفاده هم نبود. اون چیه؟ اصلا فیلترهای سویچ کپه. سویچ کپاسیتور فیلترز. این چیه داستانش؟ من یه اشاره بکنم. در حقیقت در یه مقطع زمانی از دنیای تو از اِوولوشن الکترونیک به اینجایی که ما هستیم یک مسئله خیلی خیلی جدی پیش اومده بود. این بودش که مثلا توی دهه 70 همه یاد گرفته بودن که شروع کرده بودن مدار مجتمع ساختن و کم کم دنیا رو بیارن روی سیلیکون قرار بدن، ها مدارهای مختلف رو بذارن. یکی از مدارهایی که باهاش بشه اون موقع هم تکنولوژی عمدتا بایپولار بود، مشکل داشتیم. بعد MOS هم که اومده بود هنوز اولاش این داستان رو داشتیم. یکی از مسائلی که یکی از مدارهایی که خیلی مشکل داشتیم رو چیپ بذاریم فیلترها بودن، ها فیلترها بودن. چه فیلترهایی داشتیم؟ RC اکتیو فیلتر داشتیم که همتون میشناسین، آپمپ و مقاومت و خازن. قطب این فیلترها رو چی تعیین میکرد؟ حاصل ضرب RC ها، ها تایم کانستنت ها. قطب اون بود یک روی عکس تایم کانستنت ها. نه اشکال کار این بودش که اولا مقاومت ها با دقت با تالرنس خیلی زیاد رو چیپ ساخته میشن، مثلا با تالرنس 20% ساخته میشن. خازن ها با تالرنس 20% ساخته میشن. همینجا قطبا نزدیک 40% خطا پیدا میکنه. همین بی بسم الله. این یک. دوم این که مقاومت ها با درجه حرارت به شدت چی کار میکنن؟ مثلا ضریب حرارتی مقاومت هایی که اون موقع داشتیم هنوزم داریم دیفیوزد رزیستورا، یه چیزی حدود مثلا 2000 PPM، 2000 PPM، ها 3000 پارت پر میلیون. خیلی تغییر بزرگی، قابل قبول نیستش برای رنج حرارتی که ما تو مدار مجتمع در نظر میگیریم. نتیجه این بودش که نه تنها قطبای من دقت لازم رو نداشتن، بلکه تازه با درجه حرارت جابجا هم میشدن. در نتیجه اکتیو آر سی فیلتری نمیتونستم من بسازم، ها، چون دقت لازم رو نداشتش. تا اینکه یه چیز جدیدی اختراع شد. ها؟ اون چیز جدید چی بود؟ کشف کردن همه که اگر
ما هم حالا تو درس‌های بعدیمون می‌بینیم، تو این درس دیگه فرصت نمی‌کنیم ببینیم. من میتونم مقاومت رو با مجموعه سویچ و خازن جایگزین کنم به طوری که این مجموعه سویچ و خازن ادای مقاومت رو دارن، همون کار رو بکنن که یه مقاومت میکنه تو مدار، که اینم کار خیلی سختی نیست. مقاومت چی کار میکنه؟ اگه یه ولتاژی دو سرش بذاری، یک ولتاژی دو سرش بذاری V، یک جریان یعنی یه انتقال باری اتفاق میفته درش. ها؟ یکی کشف کرد که اگه بیام همین انتقال بار رو اینجوری انجام بدم، دو تا سویچ بذارم، V1 و V2 رو بذارم اینجا، تو هر پریودی یه بار خازن رو شارژ کنم به V1، یه بار دیسشارژ کنم به V2. میتونید نشون بدید تو پریود، تو یک پریود باری که از اینجا میگذره متناسبه با چی؟ V1 منهای V2. این همون پدیده است که اینجا اتفاق میفته. بار بر واحد زمان میشه جریان دیگه، در حقیقت جریان متوسط اینو اینو میتونی نشون بدید یکیه. حالا این چیه؟ این یه مش سویچ و خازن هسته. حالا اگه بیام توی RC اکتیو فیلتر، این ایده بیسیکه ها، حالا مفصل‌تر شو بعداً نگاه میکنیم تو درس دیگه. حالا اگه بیام مقاومتامو توسط این نوع مقاومت‌ها جایگزین کنم، اگه گفتین چه اتفاقی میفته؟ اولا اون نگرانی رفتار حرارتیه رو دیگه ندارم، 2000 پی پی ام و 3000 پی پی ام و چند هزار پی پی ام تغییرات مقاومت با درجه حرارت رو ندارم، چون مقاومتی ندارم. این یک چی؟ همه چی میتونی بسازی، کوچیک، بزرگ، وسط. بله آفرین. از همه اینا مهمتر یه اتفاق خیلی خیلی مهمی که میفته این هستش که تابه انتقال شما فقط بر حسب خازن میشه و میتونید نشون بدید که ضرایب S تابع نسبت خازن ها میشن. میتونید نشون بدید، حالا تو درس های دیگه همون میبینیم ضرایب S ضرایب تابع انتقال رو نسبت خازن ها تعیین میکنن. حالا چه نکته مهمی اینجا هست؟ اولا نسبت خازن ها خیلی دقیق میتونه دراد، چون دقت لیتوگرافی تعیینشون میکنه با دقت خوب. اگه میخوای یه خازنی دو برابر یکی دیگه باشه، شما چیکار میکنی تو لیاتت؟ این خازن رو میکشی، اون یکی خازن رو دو تا از اینا میکشی. حالا با چه دقتی اینا نسبتشون یک به دوه؟ خیلی 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 زیاد، نه؟ یعنی ضرایب تابع انتقال رو با دقت خیلی زیادی میتونم تعیین کنم، مستقل از درجه حرارت. نسبت خازن ها مستقل از درجه حرارت. حالا یک تابع انتقالی داری که ضرایبش رو کی تعیین میکنه؟ نسبت خازنا، که هم خیلی دقیق میتونم درشون بیارم، هم مستقل از درجه حرارته. حالا یه فیلتر من میسازم تو آی سیم که نه تنظیم میخواد، نه نگران تالرنس هستم، نه نگران درجه حرارت. همین که اینو پلاک کنی بدون هر گونه تنظیمی، دقیقا همون فیلتری است که من میخوام. اینجوری فیلترهای مجتمع میسازم، به اینا میگن سویچ کپاسیتور فیلتر. ایده قضیه باز برای ساختن این چی میخوام؟ سویچ، خازن، آپمپ. نه؟ بله. سر جاشون موندن دیگه. در حقیقت این با یه خازنی یه آرسی رو تشکیل میده. این میشن مدارهای سویچ کپاسیتور. هنر سویچ مدار سویچ کپاسیتور اینه که ضرایب تابع انتقال تابع نسبت خازناست، که نسبت خازنا هم دقیقاً همچیه، هم مستقل از درجه حرارت هم. در نتیجه چیکار میتونم بکنم؟ بدون هر گونه تنظیمی میتونم یه آی سی فیلتر بسازم که همین که پلاگ میکنم وی سی سی وی دی دی رو بهش وصل میکنم، دقیقا همون فیلتریست با همون مشخصاتی که من میخوام. این خیلی چیز عالیه. لذا باز برای ساختن یه همچین چیز به این خوبی چی لازم دارم؟ سویچ و کپاسیتور. سویچش ترانزیستورهای ماس هم، کپاسیتورش هم اتفاقا تو دنیای ام او اس هست که کپاسیتور خوب داره. تو دنیای بایپولار که کپاسیتور هم عمدتا جانکشن کپ هن، که باز داستان های نان لینیر هن و فلان و دردهای دیگه دارن. این هم یه اپلیکیشن. باز برای این اپلیکیشن عالیم چی لازم داشتم؟ عرض کردم سویچ و کپاسیتور. یکی یه دون دیگه اپلیکیشن براتون بگم. میبینی این اپلیکیشن های یونیک هن، یعنی نیاز به داشتن سویچ و خازن دارم برای اینکه این داستانو دارم، سویچ کپاسیتور رو دارم برای اینکه
این مدارها رو من بسازم. نه، این مخصوص یه تکنولوژی است که سویچ‌های خوب بهم بده و خازنه خوب بهم بده. یه اپلیکیشن دیگر هم بگم، مثلا تو اپلیکیشن های سیگنال پروسسینگ، سیگنال پروسسینگ این یه دنیایی است که اصلا تا حالا ندیدید احتمالا. من میتونم سیگنال پروسسینگ انجام بدم. یعنی چی؟ تو دنیای دیسکریت، تو دنیای دیسکریت یا بهش میگیم تو دنیای این همونه دنیای سامپلد دیتا، همه اینو یه معنی میدن در مقابل کانتینیوسه. این چی هستش؟ بذارین ایده رو براتون بگم. ببینید با داشتن سامپلر به همین سادگی، یه سویچ یه خازن، من میتونم سیگنالی رو که بهم میدی، هر سیگنالی که هست، حالا من اینجا سینوسی میکشم، نمونه برداری کنم. توی زمانهای معلومی سیگنالمو نمونه بردارم، حالا میتونم هولدشونم بکنم، این شکلی میشن. قبوله؟ یعنی توی یک پریود زمانی من چی؟ سیگنال انالوگم ثابته و دارمش. حالا فرض کنید که میخوام فیلتر بسازم. یکی از راه‌هایی که تو دنیای دیسکریت میتونم فیلتر بسازم، مثلا ببین میخوام انتگرال گیر بسازم، اگه انتگرال گیر داشته باشم فیلتر دارم. قبوله؟ ها؟ تو درس فیلترتون اینو خوندید. نه؟ انتگرال گیر یعنی فیلتر. اگه انتگرال گیر داشته باشم یعنی میتونم فیلتر بسازم، ها؟ میتونم انتگرال گیر بسازم. ببینید این کارو میکنم. اینو تو درس دی اس پی تون احتمالاً دیدید. نه؟ این مدارو میسازم. این چیه تو دی اس پی خوندید؟ این دی اس پی داشتید آیه کاظم‌پور؟ نداشتید. اخبار سیستم که داشتین، سیگنال اند سیستم، همین اسمو بدن اون درس میگید. نه اونجا که اینو دیدین که این چیه؟ این یه دیلی ها، این رو که برش میگردون اینجا انتگرال گیر ساختید. چرا؟ نگاه کنید، اگه اینجا یه دی سی ثابت بذاریم، میخوام یادتون بیارم، اینجا یه ثابت بذارید مثلا تی دلتا وی، اینجا میشه دلتا وی، نه بعد از تی ثانیه تاخیر اینجا میشه دلتا وی، این دلتا وی میاد اینجا، اینجا هم که دلتا وی بود میشه دو دلتا وی، پس بعد از تی ثانیه تاخیر دو دلتا وی میاد، دو دلتا وی میاد اینجا با این جمع میشه، میشه سه دلتا وی، بعد از تی ثانیه تاخیر همینجوری این میره بالا. دی سی رو انتگرال گرفتی چی میشه؟ یه رمپ بهت داره میگه. تو دنیای دیسکریت این انتگرال گیره. تا بشم بنویسی برای اونایی که دی اس پی داشتن، تا بشم بنویسی میشه چی؟ زیمن های یک تقسیم بر یک من های زیمن های یک. اونایی که دی اس پی داشتن میدونن این یعنی انتگرال گیر. ها من همینجوری نشونتون دادم، انتگرال گیر داشته باشم فیلتر دارم. ها اینجوری که من نگاه میکنی میگی چرا اگه انتگرال گیر داشته باشم فیلتر دارم؟ موضوع درس مانی، حفظش کن. ها یا بعدا زور بیاید من تو اتاقم براتون بگم، درس آر سی اکتیو یا سویچ کپ. این ترمی که میاد یه درس مونولیتیک فیلتر خواهیم داشت به احتمال قوی، اونو بگیرینش هر کی دوست داره اینا رو یاد بگیره. خب چی گفتم؟ یادم رفت چی گفتم. ها سیگنال پروسسینگ. چی میپرسی از آقای کاظم‌پور؟ یعنی فیلتر یه پارچه، یعنی روی یه تیکه سیلیکون ساختمش، بهش میگیم مونولیتیک فیلتر. ها یه پارچه یعنی آی سی، یعنی روی اینتگریتد سرکت ساخته میشه. خیلی خوب، نمیدونم چی اسم این درس رو ما میگیم، میگیم فیلترهای مجتمع، فارسیش میشه فیلترهای مجتمع. فکر کنم دکتر عطاردی ترم دیگه درسش بده، برسا اینا رو لابد اینا رو میگه دیگه لابد. خیلی خوب، تو سیماستو هم یه خورده راجع به اینا حرف میزنیم. چی میگفتم؟ ها دیدید چجوری کردم؟ اولا دیلی یاد گرفتم بسازم، این خیلی جالبه، وقتی اینا رو دارم دیلی انالوگ میتونم بسازم، ها زی ماینس 1 رو میتونم بسازم، دیلی میسازم میتونم انتگرال گیر بسازم، میتونم هر تابع درجه n توی زی دومین رو بسازم. در حقیقت هر فیلتر رو میتونم اینجوری بسازم با این دیلی هم دیگه. نه بلدین دیگه، توی اخبارتون یا توی دی اس پی تون یه جا این رو دیدید. اینجوری من میتونم انواع اقسام فیلترها و اینا رو منتها تو دنیای دیسکریت بسازم، همونجور که دیجیتال فیلتر میسازید اینو بسازمش، نه توی دنیای انالوگ اونجوری که آر سی اکتیو فیلتر میسازید. میتونم انواع اقسام مدارهای سیگنال پروسسینگ رو هم
بسازم. حدس میزنید بعضی وقتا اصلا ترجیح میدم به جای اینکه دیجیتال پروسسینگ انجام بدم انالوگ پروسسینگ انجام بدم، چون سربار خیلی کمی داره، یعنی جمع کننده ضرب کننده آنالوگ خیلی سربار کمتری داره نسبت به جمع کننده ضرب کننده چی؟ دیجیتال. ضرب کننده دیجیتال دیدید چقدر مفصل بود نه؟ دیدین یا ندیدین؟ دیدین دیگه ها؟ دیدین. بعضی وقتا من ترجیح میدم اینجوری بکنم که تو مدارهای کوچیکتری شاید با پاور کمتری هم انجام بدم. به هر صورت میتونم سیگنال پروسسینگ انجام بدم، میتونم انواع فیلترها رو تو دنیای دیسکریت با این کانسپت بسازم. چه اپلیکیشن های خوبی؟ هر کدوم از این اپلیکیشن ها کافیه که منو قانع کنه که من خیلی دلم میخواد سویچ های خوب داشته باشم که با کپاسیتور یکی از این اپلیکیشن ها رو بسازم. نه؟ پس ما هم شروع میکنیم ترانزیستور MOS رو به عنوان سویچ با هم دیگه مطالعه کنیم تا بتونیم اصلا وارد این دنیاهای عالی اپلیکیشن های خیلی جذاب بشیم. پس ترانزیستور رو به عنوان سویچ نگاه میکنیم. این فصل هم باز به خوبی در کتاب آقای رضوی ها خیلی هم خوب توضیح داده شده، یعنی به یک بهترین ریفرنستون اینه برای مقدمات. ما بقیه آنچه که اینجا میمونه رو توی سیماس دو مفصل تر نگاه میکنم، برای مقدمات خیلی عالی. چجوری از یه ترانزیستور MOS به عنوان سویچ استفاده میکنیم؟ نگاه کنید، این میشه سویچم، این خازنم میشه این سمپلرم، دارم این مدار رو میسازم، این مدار رو سویچ و خازن دیگه دوباره نمیکشمش، میخوام این مدار سمپلرم رو بکشم، مدار نمونه بردارم رو بکشم. این یه ترانزیستور مثلا NMOS، پس سویچ هم یه ترانزیستور NMOSه. این خازن هولد اسمشو میذاریم، خازنی که سیگنال توش نگر میداره، اینجا ولتاژ خروجیه، اینجا ولتاژ ورودیه. چی ساختم؟ این مدار رو ساختم، سی هولد، وی او، وی آی، این هم سمپلره. چجوری کار میکنه؟ اولا قانونم فعلا همیشه اینجا چیه؟ کلاک میاد، کلاک به سویچ هم میگه کی باز باش کی بسته باش. نه؟ به حال یه کسی باید به سویچ دستور بده که باز باشه یا بسته باشه. به اون میگیم کلاک مدار. کلاک مدار هستش که سویچ رو باز یا بسته میکنه. در نتیجه به اینجا هم چیه؟ ولتاژ کلاک وارد میشه. به گیت ترانزیستور MOS من هم کلاک وارد میشه. به طور تیپیکال کلاک هم هست بین صفر و VDD. برای مداری که تغذیهش هست صفر و VDD، ریل گراند داره و ریل VDD داره. کلاک هم از پایین ترین ولتاژ میپره به بالاترین ولتاژ. کلاک من همیشه اینه. بدیهیه وقتی که کلاک تو صفره، یعنی سیگنالی که به گیت وارد میشه تو صفر ولته، دیوایس هم آفه. چون اصلا چیه؟ برای اینکه دیوایس روشن باشه یه VGSی میخواد بزرگتر از چی؟ بزرگتر از صفر دیگه. یه VGSی میخواد حداقل برابر ولتاژ ترشولد، درست های مخدومی؟ حداقل ولتاژ ترشولد رو میخواد. اگه این صفر باشه، این ولتاژ هم همه بال ولتاژ های نودای دیگه هم بالای ولتاژ زمین باشن، چیه؟ حتما دیوایس هم آفه. لابد وقتی روشن میشه که کلاک بپره به VDD، لابد. حالا چک کنیم ببینیم که این اتفاق میفته یا نه. فرض کن که VI باشه 1 ولت، ببینیم این چجوری کار میکنه. 1 ولت و چی؟ اول کار خازنه هولدمون هم مثلا دیسشارج شده باشه به صفر، خازنه هولد به صفر باشه. چه اتفاقی میفته؟ وقتی کلاک میپره به VDD، این ترانزیستور حسابی روشن میشه. چرا؟ چون VGSش میشه چقدر؟ میشه VDD. قبوله؟ یه VGS حسابی بزرگی رو داره. چه اتفاقی میفته؟ خازنه شروع میکنه VO. با زمان تموشاش کنیم، خازنه شروع میکنه از طریق این دیوایس که روشن شده شارژ شدن، همینجوری شارژ میشه.
میاد بالا تا میرسه به 1 ولت با یه تایم کانستنت. تایم کانستنت رو کی میده؟ مثلا اگه دیوایس هم توی ترایود باشه، مثلا اگر تو ترایود باشه، اگر تو ترایود باشه توجه کنید که اینجا VDDه، اینجا این تش شارژ میشه به 1 ولت. فرض کنیم که چیه؟ این به اندازه کافی بزرگتر از اول بزرگتر از VDS باشه، این تو ترایود باشه، این همینجوری شروع میکنه زیاد شدن. اتفاقی که میفته این، البته همینجور که اینجا داره میاد بالا، VGS این کم میشه، یک کمی مقاومت هم بزرگ میشه آروم آروم، نه چون VGS هم شروع میکنه کوچیک شدن. به هر صورت با یه تایم کانستنتی که یه خودم داره تغییر میکنه شارژ میشه تا میرسه به ولتاژ ورودی. وقتی شارژ شد به 1 ولت، اینجا 1 ولته، اینجا هم 1 ولته، یه VGS خوب دارم که VDD منهای 1 ولته، دیوایس هم توی ترایود هستش، جریانش هم صفره، دیگه جریانی ازش نمیگذره، ورودی و خروجی کاملا مساوی شدن. حالا اگر کلاک بپره پایین، ترانزیستور هم قطع میشه، ولتاژ دو سر سی هولد هم همونی که قرار بوده باشه. یعنی چی؟ یعنی به خوبی تونستم چی؟ خازنه هولد رو شارژش کنم. حالا اگر این بالاتر بود، ممکنه اولای کار دیوایس هم تو اشباع بیدار بشه، نه؟ اگر درین سورسش بزرگ باشه، وقتی این دیسشارجه درین سورسش بزرگ تو اشباع بشه، همینجور که این داره میره بالا درین سورسش کوچیک شه، دوباره بره توی ترایودش. حالا اینو توی تمرینی جایی میبینی. کیس بعدی، میتونستم خازنم رو دیسشارج کنم. یعنی چی؟ یعنی این که فرض کنید که خازنه هولدتون سی هولد چارج شده به VDD، اینجا وی اوم، اینجا وی آی، اینم کلاکم، از صفر میپره به VDD. فرض کنید که خازنه هولد شارژ شده به VDD. حالا شما جواب منو بدید بچه ها، اصلا میسم جواب منو بده، میسم حواست رو جمع کن، میخوام این جوابم بدید، شما کمکش کنید. حاضرین؟ یه سوال میخوام. فرض کن سی هول به VDD چارجه، ها؟ تا موقعی که اینجا پایینه که این خاموش خاموشه، اینجا صفره، اینجا هم چیه؟ هرچی هستش که بالاتر از صفر، دیوایس هم قطع. حالا گیت میپره به VDD، کلاک میاد، گیت میپره به VDD. این هم اول کار یواشکی بنویسم، در تی مساوی با صفر مقدارش هست چی؟ وی او هست VDD. حالا من بگید چه اتفاق میفته؟ ورودی رو زمین میکنم، میخوام خازنم رو مثلا دیسچارجش کنم، چه اتفاق میفته؟ آفرین. اتفاقی که میفته اینه که دیگه سورس این نی، این دفعه سورس ایشون هستش. چرا؟ میبینید از اینجا تا این امپلاس اون ولتاژ لازم رو دارم که چنل اینوری ایجاد شه. یعنی چی؟ این میشه VGS هم که خیلی هم عالیه، نه که اینجا زمینه، اینجا VDDه، ها؟ این دیوایس روشن روشن میشه. قبوله؟ چیکار میکنه؟ اول کار تو اشباع شروع میکنه، اینجا VDDه، گیت سورسش هم VDDه، شروع میکنه خازن رو دیسچارج کردن با جریان ثابت. همه میبینید که اشباعه دیگه، میبینید اشباعه. چرا؟ چون VGSش در تیم مساوی صفر مثبت، VGSش چقدره؟ زمینه، میخوام خازن رو دیسچارج کنم به صفر، همه بارش رو خالی کنم ازش. در تیم مساوی صفر مثبت اتفاقی که میفته اینه، VGS هم که هست VDD، گیت پریده به VDD، اینجا هم که زمینه. وی او چقدره که ولتاژ درینمه؟ وی اوم هست VDD. در نتیجه شرط اشباع راضیه، میبینید که ولتاژ درین ها نسبت به سورس که VDDه بزرگتر هستش از VGS منهای VT، پس دیوایس هم اشباع هستش. یعنی منحنی خروجی رو بکشم این هستش که اگر وی او رو با زمان بکشیم، میبینم خازن با جریان ثابت شروع میکنه دیسچارج شدن. جریان چقدره؟ با جریانی که دیسچارج میشه هست، آیدی هست،
K پرایم دوم W به L چی بنویسم بقیه شما ایستم؟ VGS VDD منهای سر میشه VDD منهای V threshold اوبید اتنف ماجولیشن صرف نزد نه با جریان ثابت شروع میکنه دیسشارژ شده تا کجا اشکال داری؟ تا کجا؟ تا جایی که درین اونقدر بیاد پایین که دیوایس هم وارد ترایود شه چقدر میاد پایین؟ کافیه برسه به VDD منهای V threshold این مرز ترایود میشه VGS هم هست VDD VDS هم هست VDD منهای V threshold مرز ترایود میشه اینجا اشباع دیوایس هم از اینجا به بعد چیه؟ وارد ترایود میشه از اینجا به بعد وارد ترایود مثل یه مقابل یه RC time constantی داره البته چی؟ آره شی داره تغییرم میکنه دیگه ها؟ اینجا ترایود دیسچارج میشه تا برسه به صفر دوباره نفهمیدم بله الان حساب میکنیمش نه ببین نه نه بهتر و بدتری آخر رو معیارش چیه بذار یه خود بریم جلو بیشتر معیارهای بهتری دستمون میاد اصلا بیا معادلش هم به دست بیاریم خیالمون راحت شه اتفاقا توی رضوی هم هستش خیلی هم عالی نوشته شده منم پای تخته به دست بیارم حالا که اینجوره ببینیم چیه میخوام ببینیم چقدر طول میکشه این دیسچارج این خازنه چطوره معادلاتشو به دست بیاریم تا مطلبی که شما میگید رو هم با هم ببینیم دو تا مرحله داریم یکی این که دیوایس هم اشباع مثلا از تی مساوی صرف میاد تی 1 از تی 1 هم به بعد هم شروع میکنه دیوایس میره تو ترایود با یه آر سی تایم کانستانت ما دارم شروع میکنه خازنم شروع میکنه دیسچارج شدن بیایم ناحیه 1 رو به دست بیاریم وقتی که تی چیه تی بزرگتر از صفر شده اما هنوز به تی 1 نرسیده دیوایس هم تو چیه توی اشباع هستش در نتیجه آی دی هست K پرایم دوم نوشته بودم W به L VGS هم که هست VDD VGS اینجا VDD اینجا صفره میشه VDD منهای V threshold با قوه دو یه جریان ثابته ها آی هست سی دلتا وی به دلتا تی آی هست سی دلتا وی به دلتا تی یعنی خازنم داره با جریان ثابت شارژ میشه از اینجا دلتا وی به دلتا تی رو هم بلد بودم همیشه می نوشتم آی به سی نه هست K پرایم دوم W به L VDD منهای V threshold به قوه دو تقسیم بر چی؟ تقسیم بر سی هولد این خازن سی هولد داره با جریان ثابت دیسچارج میشه تی رو میخوام دیگه میخوام بینم تی یک چقدره تی یک هست وقتی که این ولتاژ به اندازه چی؟ به اندازه وی تی افت کرده یعنی دلتا ویم هست وی تی ها؟ دلتا ویم هست وی تی از اینجا تی یک از این رابطه میشه یادتون باشه وقتی که به تی یک رسیدم دلتا وی شده وی ثرشولد دیگه انقدر افتاده حالا اینا رو میذارم اون تو تی یک حساب میشه تی یک میشود این میاد اینجا ضرب در این میشه میشه سی هولد وی ثرشولد تقسیم بر کی پرایم دوم دبلیو به ال وی دی دی منهای وی ثرشولد به قوه دو حالا عددیشو تو تمرینامون با هم چک میکنه انقدر طول میکشه معلومه دیگه که دیوایس هم که ولتاژ خروجی به اندازه یه ولتاژ ترشولد افت کنه هر چی عجله داری میخوای سریعتر بکنه باید دبلیو ال تو بزرگتر کنه چیز دیگه هم پارامتر دیگه هم نداریم سی هولدت هم کوچیک کنی خازنه هولدت هم کوچیک کنی بدیهی سریعتر میشه دیگه طبیعیه دیگه هم این زودتر دیسچارج میشه با جریان ثابت حالا چه اشکالی دارن این دوتا خواهیم دید با هم دیگه یعنی باید یه کامپرومایزی بکنیم بین اینها به هر صورت این میشه تی یک حالا از این به بعد چی؟ از برای تی مساوی بزرگتر از تی یک دیوایس هم وارد چی میشه؟ ترایود میشه خب بعد روابط ترایود رو بنویسم اون برای تخته می‌نویسم این تو رضوی هم هست بچه ها خیلی هم عالی هست
مواظب باشید من خرابکاری نکنم، معادلش رو بنویسیم. تو ترایاد میخوام بنویسم. نه؟ خب بنویسیم. جریان توی ترایاد میگم میخوام یه معادله دیفرانسیل بنویسم. جریان خازن هست سی دی وی به دی تی. جریان دیوایسم هم که بلدم تو ترایود بنویسم، جریان دیوایسم توی ترایود هستش آن K پرایم دوم W به L دو وی جی اس که میشه وی دی دی من های وی ترشولد وی دی اس که میشه وی او. ببینید وی دی اس اینجا که زمین ورودیم ها، وی دی اس میشه وی او من های وی او به قوه دو که صرف نظر نمی کنه. اون نکته ایست که شما میگید من های وی او به قوه این میشه جریانم. قبوله؟ این هست چی؟ من های نه که جهت جریان متفاوته، من های سی هولد دی وی او به دی تی. راضی؟ یه معادله دیفرانسیلی دارن درجه یک، اینو حلش میکنی. چجوری مینویسمش؟ اینجوری میشه دیگه، میشه دی وی او به این تیکه، ها؟ این تیکه رو میارم این زیر به دو وی دی دی. موضوع باشید من خرابکاری نکنم، از وی او فاکتور میگیرم. وی او همونجور که بلد بودیم معادل دیفرانسیل حل کنیم، وی او ها میشه این تیکه مساویه با من های سی هولد. نه اینو بردم زیر این دیگه. حالا این میشه دی کی پرایم دوم دبلیو و ال تقسیم بر سی هولد. خوبه دی تی. بله از اینم خوشخط بنویسم. K پرایم دوم W و L به C هولد دی تی. اینو جداش کنیم، بلدیم دیگه ها، پارشل فرکشن اکسپنشن انجام بدیم. میگم این میشود، اینو جدا کنم که بتونم انتگرالشو از حفظ بنویسم. اینجوری هم میشد اما من حفظ نیستم. مینویسم A به وی او به اضافه B به دو درجه یک کارو بلدم دیگه، وی دی دی من های وی ترشول من های وی او این تیکه رو دارم مینویسم دی وی او. حالا A و B رو به دست بیارم، مخرج مشترک بگیرم، باید بشه همین، یعنی دو وی دی دی من های وی ترشول من های وی او ضرب در A به اضافه B وی او باید بشه صورت این که یکه. قبوله؟ A من های A وی او به اضافه B وی او ها باید برن از هم، پس A میشه مساوی B. این پارشل فرکشن اکسپنشن بلدین دیگه. A ضرب در اینم باید بشه یک، در نتیجه A مساوی B مساوی با یک روی دو وی دی دی من های وی ترشولد. راضیم؟ حالا معادلم رو حل میکنم با این اطلاعات. اینو مینویسمش A که اینه ضرب در یک روی وی او به اضافه B هم که همونه، یک تقسیم بر دو وی دی دی من های وی ترشولد من های وی او. A و B که یکی هن، یک روی دو وی دی دی من های وی ترشولد دی وی او. این میشه این تیکه مساویه با من های K پرایم دوم W به L مخرج C هول دی تی. انتگرال شو بگیرم از T1 تا T، انتگرال از T1 تا T بگیریم، انتگرال بگیریم. انتگرال این می شود ln، بذار خوشخط بنویسم، ln وی او انتگرال اینم میشه من های ln خودش دو وی دی دی من های وی ترشولد من های وی او
از VDD منهای V threshold تا VO تا یه جای دیگه تا یه کی VO مساوی با منهای K prime دوم W به L C hold T منهای T1 حل شد دیگه VO رو به دست آوردم حالا بذار یه قدم دیگه برم که نگید نصف کار به دست آورد چی؟ نمیفهم جا انداختم چیزی؟ آها راست میگی آره الان درستش میکنم اون ضریبه رو جا انداختیم این ضریبه پشتش بذارم راضی؟ یک روی دو وی دی دی من های چی؟ منفیش نه هیچی با هیچی گفتم که مواظب من باشین خرابکاری نکنم من های سر جاش این خط هم اینجوری بکشم که اینا قاطی نشه حالا وی دی دی رو اینو وی دی دی منهای وی ترشولد رو اینجا بذارم این میشه ال ان وی دی دی منهای وی ترشولد منهای ال ان دو تا منهای یکی میشه وی دی دی منهای وی ترشولد میرن اصلا میمونه وی او لذا فقط وی او رو میذارم اینجا میشود یک روی دو وی دی دی منهای وی ترشولد این داخلش هست ال ان وی او منهای حالا دیگه اینا رو میتونیم اصلا تقسیمشون هم بکنیم ln vo مال این تقسیم بر این دو vdd منهای v threshold منهای vo این داخل این اینم پاکش کنم حالا خوشگل تر شد راضی مساویه با این بر منهای k prime دوم w به l یک روی سی هولد تی منهای تی یک بیارو حساب کنیم دیگه ها اینم میارمش اینور ضربش میکنم این داخل این میشه ای به قوه این ها وی او یه معادله معچول خطی حلش میکنم اینجا وی او به دست میاد حالا میتونید حساب کنید که یه مسئله خوب اینه که مثلا کی به 1% مقدار نهاییش میرسه دیگه بازیه دیگه کاری نداره راضی شدی؟ حالا اگر اون تیکه رو صرف نظر میکردم ویو رو خیلی سریعتر جوابش این به قوه دوه یه تیکه از این معادله هم کم میشد زودتر به جواب همه چیشو فهمیدم چی فهمیدم؟ بچه دوباره بگم تا حالا چی کار کردیم؟ تا حالا این کار کردیم یه سویچ NMOS گرفتم اینجا یا صفر یا VDD این سمپلر هم هستش این خازنه هولد هست اینم ولتاژ خروجیم دیدم اگر چیکار کنم اینجا رو بالا بذارم خازن رو میتونم شارژ کنم به ورودی اگر اینجا بیاد پایین وقتی سویچ بسته میشه خازن رو دیسچارژ کنم به مقدار ورودی در نهایت اگه به اندازه کافی صبر کنم این جریان صفر میشه ولتاژ اینجا مساوی ولتاژ اینجا میشه ولتاژ خروجیم همون ولتاژ ورودی میشه این سویچ خوبیه یه اشکال اولیه داره اشکال اولیه‌اش این هستش که اگر ورودیم بود VDD بخوام سویچم رو چارج کنم به VDD ببینیم چه اتفاقی میفته اولم دیسچارج این دیوایسه خیلی هم خوشش میاد VDSش هم بزرگه با اشباع شروع میکنه اینو دیسچارج کردن تا این بیاد پایین و حالا این بره بالا و این بره تو ترایود آنچه که مهمه اینه که اینجا شروع میکنه بالا اومدن تا کجا میاد بالا همینجور که داره چارج میشه به سمت VDD تا VDD منهای V threshold یعنی خروجی رو که میبینی این شکلیه VO این چارج میشه میاد به چی؟ حد اکثری که میرسه VDD منهای V threshold از این به بعد دیوایس آف میشه
یعنی این سامپلر نمیتونه با از صفر تا وی دی دی کار کنه. این سامپلر از صفر تا وی دی دی منهای وی ترشولد کار میکنه. یعنی یه قسمت خوبی اگه توجه داشته باشی که وی دی دی هم کوچیکه میاد تو مدارهای من، یه محدودیت بزرگی روی سیگنالای من میذاره. یعنی چی؟ یه محدوده کوچیکی از سیگنال رو میگه میتونی با من کار کنی. باید این رو، این راه حلی برای این پیدا کنیم. راه حلش چیه؟ بیام یه پیماس استفاده کنم. اگر یه ترانزیستور پیماس اینجا بذاریم، حالا در حقیقت این بالا بکشم، این دفعه به جای سویچ انماس سویچ پیماس استفاده کنم. سویچ پیماس هم چجوریه؟ مثلا اگر خازن هولدم پیماس دیگه، این پیماس، اگر خازن هولدم مثلا به ویدیدی چارج شده باشه ها، یا به یه ولتاژ بزرگی چارج شده باشه، چه اتفاقی میفته؟ این شروع میکنه دیسچارج شدن به ورودی. یا چی؟ اگر بخوام شارژش بکنم اینجا رو بالا قرار بدم، حالا از این طریق مثلا ویدیدی، این چی میشه؟ این دیوایس همه، این وی جی اس همه، اینجوری دیوایس روشن میشه. ویدیدی آفه، اینجا که صفره آنه. وقتی دیوایسم روشن، ببینید چی میشه، وقتی دیوایسم روشن میشه میپره پایین. فرض کن ورودیم تو ویدیدی باشه، همون کاری که انماسه نمیتونست بکنه. ورودیم تو ورودیم تو ویدیدی باشه، این بپره پایین. ویجیس هم میشه ویدیدی، خیلی عالیه، دیوایسم خیلی خوشش میاد. ویجیسش بیشترین مقدار خودشو داره. این روشن میشه، چیکار میکنه؟ شروع میکنه شارژ کردن این. اول که دیوایس بیدار میشه اینجا صفره، اینجا ویدیدیه، اینجا هم صفره. VGS مساوی VDS، دیوایس تو اشباع بیدار میشه. نه؟ همینجور که این میاد بالا VDS شروع میکنه کوچیک شدن، وارد ترایود میشه. ها؟ این همینجور داره چارج میشه. چجوری؟ از این طریق. داره چارج میشه، چارج میشه، چارج میشه تا برسه به VDD. ها؟ تموم میشه داستان. خیلی هم خوب کار میکنه. این گیرش چیه؟ این درست عکس داستان NMOS داره. اگه بخوام این دیوایسمو، اگر بخوام خازنمو دیسچارج کنم به صفر، مشکل پیدا میکنه. این دفعه فرض کن که این چی باشه؟ این به یه ولتاژ بالای چارج شده، وی اومه، مثلا به وی دی دی چارج شده. بخوام دیسچارجش کنم به چی؟ به صفر. پیماسه. این روشن شده، یعنی پریده به صفر. گیت تو صفر ولتاژ.